سنگین الان با قیمت امروز اگه محاسبه کنیم خود عادی شدم. هزینه دست آره کنی سخت یه چیزی ساخت حدود دستگاه 250 دستگاه تومن تاثیر داره. هزینه شه، واقعیتش بعد اینه که ماهیانه بین باعث 19 مستقیم تومن تا دستگاه 22 سنگ تومن دستگاهی که تقریبا استخراج داره میکنه در واقع چقدر سودش بازدهی هست. داره؟ اون دو تا لامپ اندازه دو تا لامپ سدی که داره برق مصرف میکنه چقدر به من اتر از اون بر پس میده؟ آره خب یه سوالی بپرسم، اگر یه همچین پروژه‌ای با همچین بازدهی وجود داره، با توجه به اینکه یکی از دوستان یادمه میگفت بهره چه این بازاری سری هشته، چرا بیاد منو اوکی، شریک بکنه؟ دست شما درد نکنه. چه دلیل داره که بیاد منو شریک کنه؟ یه خورده اینجوری هم نگاه کنه به مسئله، ولی اطلاعات بیشتر ازشون بگیریم و ترجیحاً با دوستانی که تو حوزه سخت افزاری و بسن ریگ و اینجور چیزای حوزه ماینینگ کار کردن با اونها صحبت کنیم، شاید بهتر بتونن راهنمایی کنن. ولی من همینجوری آلردی بدبین شدم به این طرح. خانم هاشمی در خدمتتون هستید، الان میکروفونتون صدای باز. من میاد؟ اول خواستم در پایان دوره یه خسته خانم نباشید هاشمی بهتون بگم و میکروفونتون تشکر کنم بازه، بابت دوره خوبی که برگزار کردیم. ممنونم، خدا قوت. صدای شما رو بعد راجع نداریم. به کیف پول هوبی میخواستم بدم، چون جزء صرافی های معترک معرفی کردین، فرمودین که بله هوبی بله هم الان صداتون یکیشونه. میاد، میخوام بفرمایید. بدم کیف پول هوبی با همون صرافی هوبی با هم یکی هستن؟ لطف داری، سلامت باشید. اگر من اینو بعد بررسی بکنم، ولی اگر این کریپتوتون رو تو خود صرافی داره ذخیره میکنه و تو سایت صرافی هم این اگر اپلیکیشنه یا بعد وبسایتی یه داره سوال دیگه، اشاره مثل بهش اینکه یه میشه، بله، مقداری و پول در غیر داخل این صورت کیف پول ها میتونه تشابه اسمی بلاک باشه. میشه، یه درسته؟ ریویو هم بخونید ازش توی اینترنت، شاید بهتر بتونه کمک بکنه، چون تعداد اینا خیلی زیاده، خیلی نمیشه اینا رو تو حالا همه رو در مد نظر داشت. من چند موردی که مورد وسوق بود خدمتتون عرض کردم. بسته به شرایط کیف پول داره، همینطور که براتون گفتم تو صرافی ها هزینه های پنهان داره، توی کیف پول ها میتونه همین شرایط باشه. توی اون کیف پولایی که پشتیبانی بلاکچین اتریوم انجام میدن، یه قسمتی رو به نام گاز بنویسم اینجا نگهداری میکنن توی خودشون به عنوان هزینه های نقل و انتقال، و خب روش محاسبه داره. پیشنهاد میکنم که خیلی ممنون. سوال بعدی قبل راجع از به اینکه از یک کیف ربات های پول استفاده معامله کنید، گر ببینید هست، کیف پول های سخت افزاری که چون شما مختصر پولشو جلوتر مفید راجع بدید بهشون اصلا یه توضیح معنی بدین؟ نداره. یه همچین چیزی، یه هزینه تراکنشی که اونم کیف پول نمیگیره، بلکه از رو شبکه بلاکچین کسر میشه از موجودی از مبلغی که داره منتقل میشه. ببینید ربات های معامله گر بر اساس الگوریتمی که خود حالا اون کسی که ربات رو نوشته یا صرافی که داره اون ربات رو به شما کرایه میده یا میفروشه یا اون گروه سرمایه گذاری که این کار رو داره انجام میده، به جای شما به نیابت از شما شروع میکنه خرید و فروش کردن. خیلی مثلا کوین بیس رو دیدم که یه شرایط خوبی رو داده بود، گفته مثلا در 6 ماهه یک سال اینجوری انقدر رشد کرده، شما میتونید از این استفاده کنید و مثلا انقدر تو سود شما شریک میشن، تو سود شریک میشه، کسی تو ضرر شریک، هیچ بازاری تو ضرر شریک شما نیستن. علتش هم به خاطر پامپ و دامپایی که میتونه انجام بشه. بعضا دیدیم بازار پنیک میشه، مثلا خیلی حالت هیجانی شروع میکنن خرید و فروش کردن. اون دستکاری که این آدمای زرنگ با حالا به هر حال خیلی آدمایی که حالا پولای بزرگ دارن، قدرت زیادی توی این مارکت دارن، میدونن که این ربات ها چجوری دارن عملا کار میکنن، یا بالاخره پیدا میکنن، کار سختی نیست. یه همچین حرکتی که تو بازار انجام میدن، یه ترسی به بازار میدن، این ربات ها شروع میکنن یا فروختن یا خریدن که شما شاهد یه حجم زیادی هستید. لذا ربات به تنهایی شما رو به
منفعت زیادی نمیرسونه، بلکه باید بالا سرش هم باشین. هرچند که از سال 2011 به بعد قسمت قابل توجهی از معاملات بازارهای مالی در دنیا بر اساس ربات هاست و من هم خودم همین تولید و بهبود ربات معامله‌گر بر اساس پایتون رو گفتم. اما در نظر داشته باشین که ربات ها مثل موجود زنده، مثل گیاه، فتوسنتز باید داشته باشه با محیط بازار مالیش تا بتونید شما سود خوبی ببرید. خیلی هاشون فقط یه سوالی که ربات های این ربات ها ثبت معمولا پولو اوردر بلاک هستن میکنن یا یا عمدتا حالا اوردر خرید و فروش، چه خیلی هاشون هم که بر اساس یه الگوریتم میتونن خرید و فروش انجام بدن. توضیحات مبسوط در مورد ربات های معامله گر انشالله در دوره تکمیلی، در خصوص دوره لینک دوره تکمیلی هم اگه نکته دیگه هم دارین خانم هاشمی من گوش میکنم. پول بستگی به مدل ربات داره، بعضی هاشون پولی رو بلاک نمی کنن بلکه کریپتو بلاک میشه و شما یه تعهده، چون اینا میدونید دیگه یه بازه ای رو الان برید سبدگردانی تو گوسن بکنی به شما میگه مثلا آقا یه سال با این پولت کار نمیده، 6 ماه نباید کار داشته باشی، و هیچ تضمینی برای چون برای برگردوندن پول پوشش هست ریسکشون برای ربات ها؟ چون همیشه که سود نمیده دیگه. شما این بکتس استراتژی هم بزنید تو تریدینگ ویو یه جایی بهتون میگه ضرر کرده، این به خاطر اینکه پوشش ریسک بده مجبور هستش که یه بازه زمانی رو اجازه نده که شما دسترسی به پولتون داشته باشین. اینم یکی از مدلاست که میتونه ختم به کلاهبرداری بشه. معتبرها بله، در نظر داشته باشین که بهترین شرکت ربات های معامله گر یه شرکت اسپانیایی بود که مدیر عاملش مدعی میشه که یه اشتباهی تو معاملات ربات ها بوده و در نهایت چیز بود، اسمشو دارم دنبال اسمشم، آربیس حالا با این عنوان بود اسپانیایی، که مدعی میشه که مثلا مشکل توی ربات بوده. بعد که بررسی میشه و کلی زیر رو میکنن، بعد از مدت ها متوجه میشن که یه چیز حدود 100 میلیون دلار از این پول مربوط به سرمایه گذارا که توی حالا این تریدا از لیکوید شده رو برداشته برده به اسم اینکه مثلا ربات اشتباه کرده برده تو دارک وب. یکی از صرافیهایی که تو دارک وب وجود داشته که همین سیلک رود، خیلی تاکید دارم برید پادکستش رو گوش کنی، برده اونجا نقد کرده. اینم نتیجه ربات. البته نمیشه با دید بد همه رو دید، ولی در نظر داشته باشین که این حالتهای شکستش به این صورته. خواهش میکنم. من یه خواهشم از دوستان دارم، نظرسنجی دوره رو حتما برن تو سایت ای سمینار، حالا که تموم شد حتما تکمیل بکنن، چون کمک میکنه به بقیه کسایی که میخوان حالا از دورهایی که من برگزار میکنم استفاده کنن. در خصوص لینک دوره هم بله حتما میفرستم، این یک کار کوچولی داره دوره زمانی که باید انجام بدن 8 جلسه استفاده شد. من یه سوال راجع به این روش سبدگردانی که ما الان یه سری از شرکت های سبدگردان داریم دارن توی حالا بورس تهران این کار رو انجام میدم، آیا یه همچین سرویسی رو حالا این اکسچنجر ها یا جای دیگه برای داخل ایجاد کردن یا نه که در قالب سبدگردانی بخوان این کار رو کریپتوکارنسی انجام بدن؟ بسیار ارسال که در خصوص سبدگردانی بله، شرکت های بزرگی مثل میکرو استراتژی و امثال هم این کار رو برای ارقام بزرگ برای شرکت های سرمایه گذاری بزرگتر انجام میدن، اما در داخل ایران من فقط شنیدم که مثلا میگن این گروه دانشجویان یا فارغ التحصیلان فلان دانشگاه معتبر هستن، اومدن از هوش مصنوعی و پایتون و فلان و فلان استفاده کردن، دارن یه همچین سرویسی رو میدن. من خیلی مثلا توی رده بالا برای ایرانی برخورد نکردم با این مثلا. و بعید به نظرم میرسه که مثلا توی این سطح داشته باشیم. کلن کانسپت جدیدیه، همه هم یه ترسی دارن چون قانون روی این موضوع خیلی محکم نیومده حرف بزنه تصمیم بگیره که بقیه هم تکلیفشون با بازار بدونه. ممنون از همه دوستان، امیدوارم که تونسته باشم در این 8 جلسه مطالبی رو به شما منتقل کرده باشم که بیشتر با این بازار آشنا بشین.
شما تازه کارتون بعد از این دوره شروع میشه و حالا حالاها باید در موردش بخونید، گوش کنید، بنویسید و در موردش تحقیق کنید. یه سری آدم مرتبط با هم فکر با خودتون سعی کنید دوباره برای خودتون جذب کنید، چون به هر حال این بازار خیلی بزرگه، به همین راحتی هم هر کسی نمیتونه تمام بازار زیر رو کنه. من هم یک دانش مختصری از این حجم بازار دارم و خب هر کدوم از اینها همونطور که دیدین تو حوزه ICO اصلا خودش یک تخصص ویژه است، هر کدومش یک تخصص میطلبه. لذا شما با هم ما تونستیم به صورت عمومی یک دوره ای از ظرفیت بازار بلاکچین، بازار کریپتوکارنسی مرور کنیم که انشالله محل ورودی باشه برای شما به بازار خرید و فروش و در وهله اول سرمایه گذاری و در ادامه بتونید مهارت‌های معامله‌گری و تحلیل‌گری هم تو این بازار آموزش ببینید. انشالله من هم خیلی خوشحال شدم. اگر سوالی هست در خدمت دوستان هستم. شما هم دوستان خسته نباشید. امیدوارم که این فاصله گین خوبی برده باشین. اتریوم رو، بلاکچین اتریوم خوب دنبال کنید. اتر بخرید، تو کیف پولتون نگه دارید با روی کرده حداقل یک ساله. امیدوارم که این تحلیلایی که با هم خوندیم و دیدیم محقق بشه. از اینجا به بعد همچنان در همین اختیار دارین، از همین روش کانال گروه تلگرامی، کانال تلگرامی من، صفحه اینستاگرام ثروتیار شما میتونید با هم در ارتباط باشیم. پیشنهاد میکنم حتما صفحه یوتیوب منو دنبال کنید، ویدیوهاشو ببینید. اگر صلاح دونستید با دوستاتون به اشتراک بذارید. اگر دوست داشتید میتونید خدمتتون عرض شود که به دوستاتون دورهایی که من برگزار میکنم رو معرفی بکنید با اشتراک. از این به بعد وقت وبینار ای سمینار رو یادت بیار.